عبدالرؤوف ملازهی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بلوچ از استکهلم همراه ما هستند. آقای ملازهی، شنیدیم صحبت‌های مولوی عبدالحمید در نماز جمعه رو که جمهوری اسلامی و مسئولان جمهوری اسلامی رو مسئول قتل عام زاهدان و مردم سیستان و بلوچستان دانست. ارزیابیتون از صحبت‌های مولوی عبدالحمید چیه و اساساً نقش او رو در سیستان و بلوچستان چطور می‌بینید؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان شبکه ایران اینترنشنال. بله، در ابتدا نماز جمعه زاهدان، دیروز زاهدان، تجمعی برای اعتراض 40مین روز شهدای زاهدان و خاش بود که مصلای 7000 نفری مملو و در خارج از آن نیز مردم به نماز ایستاده بودند و در واقع فراخانی که همه نهادهای مردمی و خانواده شهدا و دیگر احزاب و علما داده بودند، مردم به راحتی استقبال کردند، به خوبی استقبال کردند و همچنین مولوی عبدالحمید تشکر کرد از مراسم 40 در تمام ایران و خارج از کشور. و اما سخنان مولوی عبدالحمید هر هفته در نماز جمعه ابعادی از حکومت ایران رو، جنایات حکومت ایران رو و مظالم حکومت ایران رو افشا و بیان میکنه. در هفته گذشته درباره زنان بسیار صحبت کرد و در این هفته به نمایندگان تاخت که در واقع اینها نماینده مردم نیستن و نماینده حکومتی هستن. چطور 227 نفر میان امضا میکنن برای اشد مجازات قرار دادن معترضینی که بی سلاح و بی دفاع هستند و در واقع باید اونها در کنار مردم و زبان حال مردم باشند، همچون پارلمان های دنیا و همچنین از قساوت نیروهای سرکوبگر در بلوچستان صحبت کرد که چطور شما می توانید اگر هر کجا آموزش دیدید، شما اگر ایرانی هم نیستید، خارجی هم هستید، آیا به همین راحتی مردم میکشید با این قساوت؟ و مردمی که سلاح نداشتن و اخباری هم که در مورد تصرف پاسگاه و تخریب یا خارجی بودن یا گروه مسلح بودن اونها همه کذب محض، همیشه تاکید میکنه مولانا بر این صحبت ها. و از بحث های دیگری که مولانا کرد، ابعاد دیگر رژیم حکومت رو مورد نقد قرار داد. زندانی هایی که دارید در زندان های جمهوری اسلامی مملو از زندانی هست، روزنامه ها رو چرا بستید، چرا سانسور وجود داره و همه معترضین با بله. در نهایت ما میتونیم بگیم که در بلوچستان مولوی عبدالحمید به خوبی توانست هم از هویت مذهبیش استفاده کنه و همه علما رو متحد کنه و هم همه ریش سفیدان، دختران، پسران، دانشگاهیان، نخبگان رو و هم تونست صدای ملت ایران باشه. و در واقع ما نداریم شخصیتی غیر از مولوی عبدالحمید حتی در ایران، در داخل از کشور، به این صراحت از مردم ایران و از مردم بلوچ دفاع بکنه. و ایشون نقش تعیین کننده در بلوچستان داره و انسجامی و همچنین از رسانه ها تشکر کرد و این رسانه بود که هم صدای خدا نور، مردم بلوچستان و مردم، صدای مولوی عبدالحمید را به دنیا رساند و دیگر رژیم نمیتواند به این راحتی مثل جمعه های گذشته در ایران سرکوب کند و مردم بکشد.